در موضوع نفت با شرکت های عامل، یعنی کنسرسیوم نفتی که در ایران کار میکند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار میکنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بودیم. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت های عامل منافع ایران را به بهترین وجه حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسرسیوم در سال 1979، یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنید. حقوق حاکمیت هر مملکتی به اجازه میدهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه های به خصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی تواند بدون سرادید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی تواند بگوید که من می خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقم 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برنمی دارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فنی، اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انجکسیون بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند دوتاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979، یعنی 6 سال دیگر، کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک همحوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت های فعلی
در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نسل ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشن. یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت های عامل فعلی مشتری طویل المدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخصیصی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت. و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من اینقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای این که شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاورد برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید. و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنند. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را میدانیم. عمده نفت ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفی به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفی درست میکنیم بعد از چند سالی فورا به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفی که باید دیپلمه حرفی بده بیرون فورا میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فورا یک ورقه لیسانس آقا بعد میره پشتی میگوشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فورا برگشتن سر کار اولیش، یه دیگه میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمیست، این عیبه. ما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن، مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمیشود؟ اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه رسول است. مذهب اسلامی که پیغمبر آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.